لایفستار اولین شرکت خصوصی ترانسپورتی است که با داشتن حدود 80 اراده بس عصری با گونه منظم در شهر کابل با فعالیت آغاز کرد. مسئولان این شرکت به روز چهارشنبه در کابل گفتند تلاش میکنند تا خدمات بهتر و معیاری را برای باشندگان شهر کابل انجام دهند. محمد یوسف مهمند رئیس این شرکت اطمینان داد که در صورت همکاری حکومت فعالیت های این شرکت به شهرهای دیگر افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. شرکت لایف ستار در قدم اول 80 اراده بس وارد کرده است و دارنده 180 کارمند می باشد. در آینده نزدیک شمار بس ها را افزایش خواهد داد. در افغانستان به سیستم بهتر ترانسپورت شهری نیاز است تا از یک سو مشکلات مردم حل شود و از طرف دیگر در زیبایی شهر افزوده شود. آقای مهمند افزود که این شرکت حالا با داشتن 45 اراده بس عصری بزرگ و 35 اراده بس متوسط فعالیتش را آغاز کرده و بیش از 4 میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری کرده است. مسئولان شرکت خصوصی ترانسپورتی استارلایف اطمینان می دهند که فعالیت های این شرکت در شهر کابل به گونه شبانه روزی و با کرایه کمتر انجام خواهد شد. این شرکت خصوصی ترانسپورتی در حال فعالیتش را در شهر کابل آغاز می کند که همین اکنون در کنار ده ها هزار تاکسی و بس های شخصی صدها اراده ملی بس دولتی نیز در این شهر گشت و گذار دارد. اما داود علی نجفی وزیر ترانسپورت افغانستان می گوید که بیشتر این بس های دولتی به علت نداشتن پرزه های مورد نیاز خدمات منظم ترانسپورتی در شهر کابل را انجام نمی دهد. آقای نجفی راه بیرون رفت از این مشکل را سرمایه گذاری بیشتر و به میان آمدن رقابت سالم در بخش ترانسپورت خصوصی می داند.